سلام به شما مربکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو یه خبر خوب دارم، دو تا خبر بد، یا میشه گفت یه خبر خوب، یه خبر بد، یه خبر هم خوب هم بد. اول میخوایم در مورد یه مدل گولد فارم صحبت کنیم تو نسخه کلاسیک انیورسری که تا ساعتی 800 هزار تومان 1 میلیون تومان داره میده، یعنی یه رقم عجیب غریبی داره ازش در میاد که هم گولد فارم هم لول اپ شاید در موردش شنیده باشید. بعد هم در مورد وضعیت بن‌های جدید و محدودیت اکانت می‌خوایم صحبت کنیم. در واقع این سه تا ویدیو توی یه ویدیو دیگه. منو به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، انقدر سرم شلوغه وقت نمی‌کنم سه تا ویدیو توی روز بدم. پس سه تا ویدیو رو می‌کنیم توی یه ویدیو در روز می‌ریم. لتس گو. خب بچه‌ها، اول در مورد خبر خوب صحبت می‌کنیم، یعنی در مورد فارمی که حدوداً تا ساعتی 800 هزار تومان میده، خیلی عجیب غریبه، بهترین روش لول اپ، بهترین روش گولد فارم در حال حاضر تو نسخه کلاسیک انیورسری. بچه ها فارمشو من توی استریم به بچه ها نشون دادم، استریمم هم سیو شده. خب اگر تو چنل دوم من بیاید، تو تب لایو استریم ها بیاید، اینجا یه استریم میبینید نوشتم بوست زولفاراگ با میج لول 40 برای لول اپ و گولد. زدم دقیقه چی؟ 2:02:02. اوکی، اگه ما دقیقاً بچه‌ها لایو استریم منو باز کنید و دقیقاً به همین دقیقه که زدم بیاید، یعنی تو ساعت 2 بذارید من پیداش کنم، ساعت 2:22 اگه ما بیایم میبینید که اچه، همونطور که میبینید یکی از بچه ها اومده بود تو دیسکورد و داشت به من این مدل بوست حالا یا لول اپ زولفاراگ با میج رو نشون میداد، یاد میداد. و این حالا من اینو نمیخوام کامل توی این ویدیو توضیح بدم، اونجا توی لایو استریم هم سیو شده دیگه، میتونید بیاید اینو ببینید. لینک این لایو استریم رو تو دیسکریپشن و توضیحات بیشتر میذارم. میتونید به چنل دوم من سر بزنید، تو تب لایو استریم ها هم پیداش کنید. دقیقش هم زدم، دقیقاً از ساعت 2:22 شروع میشه این حالا بوست زولفاراگ که داریم میبینیم. ساعتی حدوداً 40-50 تا دونه گلد میده با قیمت گلد دیشب، با قیمت گلد دیشب حدوداً ساعتی 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان میشد. و به غیر از اون سریع ترین روش لول اپ هم بود بچه‌ها، همین. خب یعنی ایزی ترین روش لول اپ از لول 40 به بعد برای میج و بیشترین گلدی که میج میتونه در بیاره، را گلد بدون اکشن هست، فقط با وندور. خیلی‌ها دارن این فارمو انجام میدن. چند تا نکته داره که اینکه بچه فارم ساده ای نیست. بعد بیاید این ویدیویی که حالا تو چنل دوم من هست رو ببینید، اگه میج لول 40 به بالا دارید که یاد بگیرید چجوری زد اف رو بزنید، چون مهارت میخواد. ولی اگه چند بار تمرین کنید میتونید یاد بگیرید و میتونید شما بیاید از این روش استفاده کنید. نکته دوم اینه که بچه قطعا قیمت ها اینقدر بالا نمیمونه. خب قطعا قیمت ها میاد پایین. الان ساعتی 800 هزار تومان واسه الانه که شاید تعداد انگشت شماری هیروی بالای لول 50 دارن. خب وقتی هیرو همه به لول 60 برسه قطعا این قیمتش میاد پایین تر. ولی به نظر من قیمت این فارم ساعتی 200 هزار تومان هم بشه خوبه، ساعتی 100 هزار تومان هم بشه خیلی خوبه. فعلا که اصلا یه رقمای عجیب غریب و نجومی میشه ازش درآورد. هر کسی که سری لول اپ کنه، خودش رو به لول 40 به بالا برسونه، بتونه بیاد اینو بزنه، گلد واقعا زیادی در میاره. پس لینک این قسمت که توش توضیح دادم چجوری میشه من که توضیح ندادم، یکی از بچه‌ها من محمد برو توضیح داد، دمش گرم، ماچ به کلت پسر، مرسی که توضیح دادی تو لایو استریم ما. لینک این قسمت تو دیسکریپشن هست، توی تب لایو های چنل دوم هم میتونید پیداش کنید. این تا اینجا. حالا میریم سراغ خبری که شاید خبر نه خوبی باشه نه خبر بد، خبری که دیشب یو تو لایو استریم متوجه شدیم. همونطور که میدونید بلیزارد اومده بود روی اکانت های نیو محدودیت گذاشته بود، میل باکس و تریدشون رو بسته بود. دیشب که من رو لایو استریم بودم، خیلی از بچه‌ها یا اینجوری بودن که داداش من اکانتم نیو، تریدم باز شده، میل باکس هم باز شده، و بدون اینکه بلیزارد خبری بده یهویی اومد این محدودیت که رو اکانت های نیو بود رو برداشت، کلا برداشت. قابل توجه اون دوستانی که میگفتن بابا اینکه محدودیت خیلی وقت رو اکانت گذاشته شده چیز جدیدی نیست، الان هم میگن اینکه چیز جدیدی نیست، خیلی وقتی که رو بقیه نسخه‌های محدودیت وجود نداشته. اصلا واسه یه سری این کارهایی که بلیزارد میکنه چیز جدید نیست. ولی خلاصه بدون اینکه هیچ خبری بده، هیچ اطلاعاتی تو وفد یا جای بیاد، بلیزارد اومد و این محدودیت رو برداشت. الان شما میتونید تست کنید، اگر اکانت نیو دارید به احتمال 99% میل باکس و ترید شما باز شده. خب پس این میشه گفت هم خبر خوبیه هم خبر بد. کجاش خبر بعد فورتین؟ که چون که این باعث میشه که تو بازی پر بات شه، باعث میشه که باتا بریزن بازی کنن و باعث میشه که ارزش گلد بیاد پایین، باعث میشه که قیمت آیتما بیاد پایین. این نظر منه، به نظر من بلیزارد ریده با این کارش. آقا یا محدودیت نذار یا میذاری پاش وایس دیگه، چرا ورش داشتی هوی. خلاصه دلیل برداشتنش من بهتون میگم.
میدونم سراغ خبر آخر. خبر آخر باز موجبنی بود که دیشب اومد. دیشب بعد چون من نظرسنجی توی کانال توی یوتیوب توی لایو استریم هم گذاشتم، حدود 100 نفر تو لایو استریم من بودن و از اون 100 نفر حدود 40 نفر بن شده بودن، یعنی نزدیک 40-50 درصد بچه‌ای که تو لایو استریم بودن بن شده بودن. یه موجبن خیلی سنگین داده، خیلی رو بن کرده. اصلا نمیدونیم که چرا بلیزارد اینا رو بن کرده. اصلا من نمیتونم تشخیص بدم چرا بن شده، چیکار کنیم بن نشیم، چیکار نکنیم بن نشیم. اصلا مشخص نیست. هیچ کسی هم نمیتونه بهتون جواب بده که اینا که بن شدن چرا بن شدن، چون بلیزارد هیچ وقت نمیاد اعلام کنه و این چیکارش کنه. من کاری نمیتونم بکنم. این دیشب من جوری بودم که بچه‌ها من نمیدونم واقعا. شما اگه میدونید شما با من بگید که چیکار کنیم. خلاصه یه موجبن عظیمی داده، خیلی رو بند کرده و خبر قبلی هم به نظر من با این خبر متناسبه. یعنی بلیزارد اومده گفته آجی ما که داریم مثل پشکل بند میکنیم، خیلی دوباره بر نمیگردن اکانت بخرن، محدودیت اکانت نیو رو ور داریم که اینایی که بند میکنیم برگردن اکانت بخرن. یعنی شک نکنید همینطوره. یکی از هدفهای بلیزارد برای اینکه محدودیت اکانت نیو رو ور داشت این بوده که اونایی که بند کرده برگردن اکانت بخرن. واقعا بلیزارد پول پرسته، هر جور نگاه میکنی پول پرسته. یعنی اون زمان که اومد محدودیت رو اجرا کرد در موردش صحبت نکرد که همه اکانت بخرن، الان که دیگه همه تقریبا در مورد محدودیت میدونن اومد یه موجبن داد گفت همه در مورد محدودیت میدونن، یه کسی اکانت نمیخره، پس محدودیت رو وردار که ملت بیان اکانت بخرن. و همین بلاشن محدودیت باعث میشه که تو بازی پر بات شه. همین الان بچه‌ها میگن کلی بات تو بازی دیدن و این بات ها میرینن تو بازی. این مثلا فارمی که بهتون نشون دادم ساعتی 800000 تومان میده، هفته دیگه میشه ساعتی 100000 تومان شاید، شاید هم خیلی کمتر، نمیدونیم ببینیم چطوریه. خب من که امیدوارم قیمت ها اونقدر پایین نیاد. به هر حال کسی که پلیر کلاسیک باشه میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، همونطور که همین الان پلیرهای کلاسیک سریعا هیروشون رو لیول 40 کردن و دارن از این دانجنی که بتونیشون دادم ساعتی 1,000,000 تومان در میارن صفا میکنن دیگه. خلاصه اینم بگم، ساعتی 1,000,000 که میگم قیمت دیشب رو میگم، شاید امشب قیمتش خودی کمتر شده باشه. و این نکته ای که آخر بهش اشاره کنم، بچه اگه جوین کانال دیسکورد من بشید و بیایید توی تب نوتیفیکیشن، میبینید من یه متن اینجا گذاشتم به کمک یکی بچه ها، آقا رضا دمش گرم، واسه بچه هایی که بند شدن میتونن این متن رو تیکت بدن. حالا میتونید یه خورده توش تغییرات ایجاد کنید که تیکت همتون یه شکل نباشه، ولی خلاصه ما اینجا یه متن گذاشتیم واسه بچه‌هایی که بند شدن، میتونید از این متن استفاده کنید. همین دیگه. این ویدیو شنبه یک شنبه بود، همه چی با هم توش بود دیگه. شما بزرگی خودتون ببخشید. لایک و کامنت فراموش نشه، به لایو استریم من سر بزنید. خدا شاهده عجب چیزایی تو لایو استریم من میگم. یعنی اون فارم زولفروک رو کسایی که تو لایو استریم بودن اول از همه یاد گرفتن، شما بعد 24 ساعت با تاخیر دارین میبینید تو این ویدیو. بله.